سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. حدود 4-5 روز پیش یک حمله عجیب و غریب مستقیما تل‌آویو رو مورد هدف قرار داد. تا ساعتها اولا صهیونیست‌ها در سکوت بودند، مثل ماجرای 15 آوریل که موشک‌های ایران آمد همه زیر زمین بودن، بعدش اومدن بیرون کمی صحبت کردن با شهروندان خودشون. در این ماجرا هم یک پهپاد یمنی عبور کرده از روی سر همه سامانه‌ها و ناف‌ها و هر چیزی که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها و مصری‌ها در مسیر گذاشتن، رسیده به تل‌آویو. 300 کیلومتر در آسمان تل‌آویو پرواز کرده در آسمان فلسطین اشغالی، بعد رسیده تل‌آویو رو زده و ادامه داستان‌ها. همه در حیرتن در فلسطین اشغالی از اون چیزی که رخ داده. می‌خوایم بریم یکی از برنامه‌هاشون رو با هم بررسی کنیم، ببینیم که در استودیوهاشون چیا داره گفته میشه. فقط این رو بگم، چند تا کارشناس میخوان صحبت کنن، دیگه من دونه دونه به ترتیب نمیگم. یکیشون جنراله، یکیشون مشاور رسانه، یکیشون نماینده پارلمانه و ادامه داستان ها. ببینیم چه میگوین، برمیگردم نکاتم رو عرض کنم. هذا حدث استثنائي جدا وليس سرا انه في الشمال والجنوب لدى اسرائيل نقطة ضعف في منظومة الدفاع الجوي وهي المسيرات. هذا الامر يسلك مسارا مهما، يجب اجراء مراجعة ذاتية واخبار الجمهور بالحقيقة. ما الذي سنفعله ازاء المسيرة التالية؟ يجب اخذ هذا الحادث بجدية كبيرة. يجب أن نوضح للجمهور أننا في معركة لم نجربها من قبل. يطلقون على إسرائيل النار في 360 درجة من كل اتجاه. ليس هناك قدرة لأحد اليوم، لا في العالم ولا في إسرائيل، على النجاح في تحديد واعتراض 100% من الصواريخ والصواريخ الجوالة والمسيرات وكل ما يحلق نحونا. خیلی خوب، اجازه بدید بخش شما هم بررسی کنم. میگه که یک حادثه بسیار استثنایی رخ داده. بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل در شمال و جنوب نقطه ضعفی در سامانه پدافندی خود دارد و آن هم پهپادها هستند. حالا در شمال و جنوب نقطه ضعفی در سامانه پدافندی خودش داره، پهپادها. بعد تو مرکز هم همین نقطه ضعف رو داره، در اصلا مرکز و غیر مرکز نداره. در مقابل این چیزی که مقاومت میتواند روی میز بگذارد و چشمه ای از اون رو نشون داده، اینها راهی برای مقابله نخواهند داشت. حالا دارن مخاطب رو فعلا حرف درمانی میکنن ولی راهی نخواهندش. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه این مسئله بسیار مهم است، باید در سیستم های دفاعی بازنگری انجام شود و حقیقت به مردم گفته شود. در مورد پهپادهای بعدی در آینده چه میخواییم بکنیم؟ این حادثه را باید خیلی جدی گرفت. ما باید برای مردم روشن کنیم در نبردی هستیم که قبلا هرگز تجربه نکرده بودیم. از تمام جهات به صورت 360 درجه به سمت اسرائیل شلیک میشود. امروز هیچ کس نه در جهان و نه در اسرائیل قادر به شناسایی و رهگیری 100% موشک های کروز، موشک ها، پهپادها و هر چیزی که به سمت ما شلیک می شود نمی باشد. این ببین اوضاع رو شما نگاه بکنید، با تمام ادعاهایی که داشتن 280 روزه، درست داره میگه، از 360 درجه دارن اینها رو میزنن و هیچ کاری نه خودش نه غرب برای اینها که بتونه این بازی رو متوقف کنه نمیتونه انجام بده. و البته ذات جنون اینها رو ببینید که این همچنان به سلاخی در غزه دوست داره ادامه بده به قیمت اینکه این داستان ها متوقف نشود. اینم خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم، ما شبی که موشک باران کردیم فلسطین اشغالی رو و 300 موشک و پهپاد به پرواز درآوردیم که بخشی از اینها با موفقیت به اهداف اصابت کرد و فیلم بعضی از این پرتابه ها هم اصابتش بعداً مشخص شد و گاف‌هایی دادن که نشان داد چقدر اصابت ها دقیق بوده. اون شبی که همه این اتفاق افتاد، اینا با بخشی از پرتابه‌های ما مقابله کردن. درسته، مقابله کردن با بخشش. مثلا بخشی از پهپادا رو تونستن بزنن، بخشی از موشک‌ها رو تونستن بزنن. چجوری تونستن بزنن؟ اینجوری تونستن بزنن که وقتی پهپادهای ما استارتش رو زدیم و گفتیم می‌خوایم حرکت بکنیم، خب همه متوجه شدن و ما رسما اعلام کردیم که میخوایم حمله کنیم، بازم نتونست بخشی از پرتابه ها رو بزنه. یه دونه پرتاب یمنی داشته، اطلاع نداده. پهپاد تو خود تل‌آویو رفته خورده. اگر اینها با ما درگیر بشن و ایران تصمیم بگیره اطلاع نده چیکار میخواد بکنه، موشکهایی رو به پرواز در بیاره، پهپادهایی رو به پرواز در بیاره، آیا اینها فردا صبحش که میخوان با مردم خودشون صحبت کنن اعلام میکنن که بخشی از پرتابه ها رو زدیم، یا اعلام میکنن که ببین سامانه هامون حواسمون نبوده ازش عبور کردن؟
در شلیکی که یمنی‌ها داشتن تیکه و کنایه و حرف و حدیث و اینها برای صهیونیست‌ها بسیار بسیار زیاد بود که خودشون به خوبی دریافتش کردن. بریم ادامش رو ببینیم. هناك ثلاثة أمور يجب الانتباه لها. أولا، هناك خلل عملاني يجري فحصه في سلاح الجو من حيث عدم الكشف وعدم التشخيص وعدم الإنذار وعدم الاعتراض. ثانيا، لم ولن يكون هناك سد محكم لدينا على أي من حدودنا، وعلى الجمهور أن يعلم ذلك وأن لا يتوقع صفر اختراق. ثالثا، نحن في نوع من المعركة التي لم نشهد مثيلا لها حتى الآن، متعددة الساحات وحديثة وفيها عناصر جديدة وتدخل دول كبرى. هكذا ستبدو تل أبيب، بل وأسوأ من ذلك في معركة شاملة، ويجب إعداد الجمهور لذلك. خیلی خوب، بخشش رو با هم دیگه دیدیم. اجازه بدید با هم بررسی کنیم ببینیم که چیا داره گفته میشه. میگه سه مسئله است که باید به آن توجه کرد. اولا، یک نقص عملیاتی در نیروی هوایی از نظر عدم کشف، تشخیص، عدم هشدار و عدم رهگیری وجود دارد که در حال بررسی است. دوم اینکه ما در هیچ یک از مرزهای خود پدافند و سد محکمی نداشته و نخواهیم داشت و عموم مردم این را باید بدانند که انتظار هیچ گونه عدم نفوذی را نداشته باشند. سوم اینکه ما در نوعی نبرد هستیم که تاکنون شاهد آن نبودیم. در چند عرصه مدرن حاوی عناصر جدید و دخالت قدرت‌های بزرگ، تل آویو نیز این گونه خواهد بود و حتی بدتر از آن. در یک نبرد همه جانبه مردم باید برای آن آماده شوند. یه نکته داخل پرانتز بگم، شما چقدر شنیدید توی کارشناسای صهیون فارسی زبانهاشون و غیر فارسی زبانهاشون وقتی میان در مقابل دوربین بگن که وقتی یمن پهپادشو فرستاده بوده همزمان از لبنان و عراق به ما حمله شده؟ چند تاشون اینو گفتن. اون شب یه جنگ ترکیبی علیهشون از چند تا نقطه اتفاق افتاده. خیلی از اینا اصلا درباره اش حرف نمیزنن. چرا؟ چون نمیخواد مخاطبش رو بیشتر از این بترسونه یا مثلا عمق فاجعه نشون بده. اما تا همینجا کار نکاتی که اومد مطرح کرد، یکی ضعف سامانهای پدافندی رژیم بود که خیلی واضح بهش اشاره کرد. دومی که آب پاکی رو ریخت دست همه، گفت آقا وضع ما همینه. ما وارد جنگ بشیم، بخوایم جدی بجنگیم، این کارا رو میکنن و مردم ما همه باید آمادگی همچین چیزی رو داشته باشن. واقعیت رژیم صهیونیستی در حال حاضر همینه. تا اینجا حرف درمانی کرده، واقعیت با حرف درمانی بسیار متفاوت می باشد. اگر موافق باشید بریم بخشی از گفتگوهای صورت گرفته توی کانال 12 رژیم صهیونیستی رو در همین خصوص ببینیم. אנחנו כן רוצים לחזור לזירה ולשוחח עכשיו עם אברהם ברוק שהגיע לזירה. שמענו את הפיצוץ, זה היה פיצוץ אדיר, כל השכונה רעדה. פיצוצים שאנחנו לא רגילים אליהם. אני מדבר על הציבור, אני הייתי במחנה שורה, עברתי עוד כמה פיגועים שאני מכיר אותם, אבל פה זה היה פיצוץ אדיר. ירדתי מיד למטה לכיוון של המקום, הגעתי למקום, אני אומר את זה, זה היה הרס וחורבן ברמות שלא ראינו ולא הורגלנו לראות את זה בפיגועים אחרים שהשתתפנו. יש דברים חמורים יותר ופחות חמורים, אבל פה הפיצוץ היה בצורה כזאת מחרידה. שומעים מירוטים, שומעים, אבל זה רחוק, איך אומרים, רחוק מן העין, קצת רחוק מן הלב. פה זה היה במרכז, והזירה הייתה זירה כמו אחרי תופת, ממש תופת. הדבר הזה, אני אומר לכם, זה לא יאומן, לא יאומן מה שקרה במרכז הארץ, במרכז תל אביב. חיל, חוב, בחש איזה סוחבת הרדילים, אג'זו את בואם ברסי וקונים. מיגי כמי חיים במהל להודסה ברגדים, בו, הלא, יקי אסקסן כאונג'ו אס, נמידונם, אסקר با یکی از اینها صحبت کنیم. توضیح میدم، فرد میگه صدای انفجار رو شنیدم، انفجار بزرگی بود، تمام منطقه لرزید، انفجارهایی که معمولا ما ندیدیم. در مورد مردم صحبت میکنم. من در اردوگاه شورا بودم، به شما میگویم که در آنجا چه اتفاقی افتاده. اینجا یک اتفاق بزرگ رخ داد. بلافاصله پایین آمدم و به سمت محل رفتم. به محل رسیدم، این را میگویم که تخریب و ویرانی به حدی بود که در حملات دیگر ندیده بودم و نه به آن عادت داشتم. موارد اتفاق افتاده که خطر آنها کمتر یا بیشتر بوده، اما در این انفجار به این شکل وحشتناک بود. میگه از همه چیزی که دیدم بیشتر بوده. ما میشنویم این صداها را، ما معمولا میشنویم، اما به قول مردم چنین چیزی ندیده بودیم و دور از انتظار بود. اینجا در قلب و مرکز شهر صحنه بود، صحنه پایانی آخرالزمانی، جهنم بود. واقعا جهنم رخ داد. به شما میگم که این غیر قابل باور است. واقعا آنچه که رخ داده باورپذیر نیست، آن هم در مرکز تل‌آویو. شاهکار بود آن کاری که یمنی ها انجام دادن.
تو قلب تل آویو یک ضربه به اینها زده و اینها یک بار حقیقت جنگ رو درک کردن. البته اینم به شما بگم، این اتفاقی که هر روز و هر شب و هر ثانیه برای مردم آنهایی که بیگناه هستن در غزه داره اتفاق میفته. من طولترش نمی کنم. اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین. ایران 14313 پل ارتباطیه من و شما هست. کمک بکنید برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه. من دوستان عزیز دوست دارم یکی از پیام های شما رو بخونم. رفیقی گفته که بعضی وقتها حرفای شما رو نمیفهمم، اما با توجه به شناختی که از جنس حرفا دارم پذیرفتم که همواره در مسیر هستید، گرچه گاهی درک نمی کنم کی به کیه. یکی دو روز با حوصله دنبال میکنم آگاه میشم. مفصل این پیامی که ایشون توضیح داده من ازش خیلی تشکر میکنم. امیدوار هستم که سلامت و سربلند باشه این رفیق عزیز ما. یه نکته داخل پرانتز خدمت شما بگم، پیام شما دوست عزیز ادامه شما من کامل خوندم، خیلی من رو شرمنده کردی، خیلی من رو شرمنده کردی بابت این پیام فرمه. ازت تشکر میکنم، امیدوارم بهترین ها پیش رو باشه. این رو خدمت شما ساده بگم، ما سه دسته مخاطب داریم. یک دسته کسانی هستن که اینها میگن حرفای من درسته، به ویژه حرفای جدیدی که در آسیب شناسی انتخابات اخیر دارم مطرح میکنم. این عزیزان یک طرف ماجرا هستن. یک دسته هستن میگه این حرفاش غلطه. این دسته ای که داریم ازش صحبت میکنیم خودش چندین دسته است، با چندین انگیزه این حرفو میزنه. درباره این دسته صحبتی نداریم. یک دسته کسانی هستن که میگن ما حرفای تو رو نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ میگه یه سری چیزا در ذهنم هست، میدونم اینا درسته و مسائل این شکلی فهمیدم. یه سری حرفم تو میزنی اینا هم غلط به نظر نمیرسی. من نکته ای که خدمت این دوستان میخوام عرض بکنم اینه، از شما انتظار ندارم حرفای من رو بپذیرید و نمیخوام حرفامو بپذیرید. از شما میخوام به حرفای من فکر بکنید. ما اینجا فقط به دنبال فکر کردن هستیم، همین. ببین یه مثال برای شما بزنم که عمق فاجعه ای که برای جریان انقلابی رخ داده رو به شما توضیح بدم. البته دیدم بعضی از دوستان به من پیام داده بودن، مثلا در بین هواداران آقای پزشکیان بعضی گفته بودن اینکه شما به این جریان میگی انقلابی کار درستی نیست، به خاطر اینکه اینطور به نظر میرسه که هر کسی با اینا نیست ضد انقلابه، در صورتی که ما ضد انقلاب نیستیم. من حرف شما رو قبول میکنم و شاید مصادره کلمه انقلاب برای یک جریان سیاسی درست نباشه، به خصوص اینکه باعث میشه کسانی که در مقابلش هستن به خودشون رو خارج از این جغرافیا تعریف کنن. ولی برجد این جریان الان با این اسم داره شناخته میشه دیگه، با این اسم داره شناخته میشه. پس من ناچارن برای اینکه خطاب بکنم جریان انقلابی رو مجبورم این اسم رو به کار ببرم. حالا نکته اینو میخوام به بچهای این جریان بگم، به حامیان جریان انقلابی بگم. ببین عمق فاجعه که رخ داده در انتخابات اخیر و حقیقت خودشون نشون داده، یعنی شماها تا الان ازش غافل بودید، رو میخوام با یه مثال برای شما توضیح بدم. من توی این انتخابات افراد زیادی رو دیدم که اینها عمدتاً از بچه‌های نسل جوان ما هستن که به خودشون میگن مثلا انقلابی‌های نسل جوان ما. این بچه‌ها بعضی‌هاشون در توییتر اینور اونور اومده بودن، حتی به شخص رهبری بی‌احترامی کرده بودن، گفته اون آقا این مثلا رفت از پزشکیان استقبال کرد، پزشکیان رأی آورد. حالا احتمالاً مثلا رهبری اگر سعید جلیل رأی نیاورد بعد میگفته مثلا نفرین خدایان آمون بر پزشکیان، سمت من نیای، اگر بیای مثلا من میدونم چیکارت کنم. همچین چیزی احتمالاً در ذهن ایناست. ببین نه نکته خدمت شما میگم، تو کانال هم عرض کردم برای اینکه عمق فاجعه رو بفهمید، توی لبنان به محافظ سید حسن نصرالله گفته بودن که نظر درباره سید حسن چیه، گفته بود انقدر قبولش دارم بگه بمیر من میمیرم. بعد به محافظش گفته بودن نظر در تو رهبر ایران چیه، گفته بود انقدر رهبر ایران رو قبول دارم که اگر رهبر ایران بگه سر سید حسن نصرالله رو بیار، سر سید حسن نصرالله رو میبرم. خیلی حرفه. طرف زوب به در ولایت سید حسن نصرالله میگه اگر رهبر ایران بگه این فرد رو که من حاضرم فداش بشم برا من سرشو بیار، من این کارو میکنم، چون میدونم رهبر ایران درست میگه. این یه ولایت پذیریه که بچه‌های مقاومت دارن. یه ولایت پذیری هم اینیه که شما تو بخشی از جریان انقلابی میبینی تو انتخابات کاندیداش رأی نیورده به رهبری داره توهین میکنه. اینا در ولایت آقای خامنه‌ای هستن، این جریان داره در ولایت آقای خامنه‌ای تعریف میشه یا نه در ولایت دیگری تعریف میشه، چون اون شکست خورده داره یقه رهبری رو میگیره. این چه ارتباطی داره با مدل رفتاری محافظ سید حسن نصرالله؟ ببین من دارم میگم این جریان داره به انحراف میره، ما باید کمک بکنیم از انحراف بکشیم بیرون. اونی که منحرف شده از من بدش میاد وقتی بگم، اونی که در این فضا هست از من متنفر میشه اینها رو بگم، دیگران هم به همین شکل. و رسانه های اونهایی هم که دارن گیج میکنن این بچه ها رو خیلی پر سر و صدا هن.
کلی رسانه انقلابی ساختن، کار سختی هم نکردن، حرفای تند میزنن، حرفای تند میزنن، مخاطب گیج میشه. به خاطر همین وقتی نگاه میکنه میگه خب تحلیلگر که یه نفره داره میگه و همه اینا که دارن یه چیز دیگه میگه. نه، همه اینها سالیان سال اومدن شبکه سازی کردن، حرف زدن، تو رو از مسیر خودت خارج کردن. تو الان متوجه داغی متوجه نیستی. نشونه هاشو من دارم برای توضیح میدم. با کانال من همراه باشید. من تو کانال حرفایی دارم میزنم، این حرفا مهمه. من دارم از یک انحراف حرف میزنم. کسانی که معمولا شروع کردن از آغاز یک انحراف گفتن، ابتدای مسیر بودن، اولین کسایی بودن که گفتن، هزینه سختی پرداخت کردن. ولی ارزشمند بوده. ارزشش این بوده که کمک کردن راه باز بشه، دیگران بتونن بیان اونها از مسیر هموار شده استفاده بکنن، حرف کامل تری بزنن. من این توضیحات رو لازم بود خدمت دوستان خودم بگم و عرض بکنم. استقبال بکنی از همه حملاتی هم که به من میشه، استقبال بکنی. اینها نشون میده که حرفای ما اثر خودش رو داره. طولانی‌ترش نمی کنم. درخواست ویژه ای از دوستانم دارم. در هفته تبلیغات هستیم. رسانه ما اگر حمایت مخاطب رو نداشته باشه، به مسیر خودش نمیتونه ادامه بده. حتما از من حمایت بکنی. من خواهشم از دوستانم اینه، اجرای ما، برنامه ما، فعالیت ما اگر مورد پسنده، اگر دوست دارید من رو خوشحال بکنید، به من انگیزه بدید، حتما از ما حمایت داشته باشید ولو یک ریال. از طریق بنری که دارید روی صحبت من مشاهده میکنید. کل کاری هم که داریم انجام میدیم با همین تبلیغات و همین حمایت‌های مالی که در صفحات مختلفمون داریم داره پیش میره. این رو لازم بود بگم که اهمیت حمایت‌های مالی برای تیم ما مشخص بشه. نکته دیگه ای ندارم. اگر نکته بود شما در قالب پیام برای من بفرستین. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.